مردم ما که اولین مخاطب جهانی اقبال هستند، متاسفانه خیلی دیر با اقبال آشنا شدند. وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته. و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست‌هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودند برسه. من پاسخ این سوال رو دارم که چرا اقبال به ایران نیامد. اقبال اون وقتی که در اوج افتخار و شهرت میزیست و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه‌های معروف دنیا از او یاد می‌کردند به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسانشناس، یک جامعه شناس بزرگ، که البته هیچ یک از این عنوان‌ها اون عنوانی که اقبال دوست می‌داشت به او نامیده بشه نیستند، در کشور ما سیاست‌هایی حکومت می‌کردند که اقبال رو به هیچ عنوان نمی‌توانستند تحمل کنند. از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده، کتاب او تا سال‌های متمادی در ایران چاپ نشده، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که آثار و ادبیات و فرهنگ بیگانگان از هویت انسان ایرانی و انسان مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود، شعری از اقبال، اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر دید عموم مردم نیامد و قرار نگرفت. امروز جمهوری اسلامی یعنی تجسم آرمان اقبال اینجا تحقق پیدا کرد. اقبالی که از بیخودی شخصیت انسانی و اسلامی مردم و مسلمان رنج می برد و محو شخصیت و ذلت روحی و نومیدی در انسانهای جوامع اسلامی رو به چشم بزرگترین خطر می نگریست و با همه توان فراوان و وسیع خودش به ریشه‌کن کردن این علف هرزه در روح انسان و در ذات انسان شرقی به خصوص مسلمان همت گماشته بود، امروز اگر زنده می بود می توانست ملتی رو ببینه که بر روی پای خودش و سیراب از سرمایه های ارزشمند اسلامی خودش و متکی و معتمد به خودش و بی اعتناب زیورهای فریبنده غربی و نظام ارزشی غرب داره زندگی میکنه و قدرتمندانه زندگی میکنه، هدف می آفرینه و در راه اون هدفها حرکت میکنه و عاشقانه میتازه و در درون
چهار دیوار قومیت و ناسیونالیسم و وطن پرستی خودش رو زندانی نمی کنه و دیگر آرزوهای اقبال که در سراسر آثار ارزشمند او متفرق هست، میتونست این ملت رو در اینجا ببینه.